درود بیکران به مردم شریف ایران، مردم قهرمان ایران، مردمی که این روزها به خصوص در 3 روز گذشته با اعتصابات، با راهپیمایی و اعلام انزجار از این نظام فاسد اسلامی کار رو به جای رسوندن که این نظام واقعا رو به پایانه. اینه که دارم یه رو به پایان قطعیه و فقط و فقط مردم ایران به دنبال نابودی نظام آدم کش و فاسد هستن. خدمتتون عرض بکنم توی این روزهایی که مردم ایران در پی آزادی هستن و به دنبال نابودی این نظام، خبر بسیار ناگوار کننده و تأثیر برانگیزی اومد و درگذشت کریم باوی، کریم سرطلایی، مهاجم گلزن، اسبق تیم ملی، شاهین، پرسپولیس و واقعا مردی بود که در روزهایی که فوتبال ایران کم بود و یه گلزن رو داشت بود، یه گل میداد و گلهای بسیار خاطر انگیزم برای فوتبال ایران به ثمر رسوند. مرد دوست داشتنی بود که از خطه خوزستان، شهر خرمشهر می اومد در زمانی که جنگ بود و حمله وحشیانه عراق علیه ایران، به اتفاق خانوادش از خوزستان اومد به تهران، فوتبالشو شروع کرد، به شاهین رفت، بعد پرسپولیس و زمان روانشاد پرویز خان دهداری در تیم ملی بود، جام ملت‌های 1988 قطر، گل‌های به یاد موندنی که به قطر زد و در نهایت خیلی باش مهربونی نکردن، بسیار اذیتش کردن. در جنگ تحمیلی هم سالیان سال در جبهه ها بود و همین آثار ترکش ها و جنگ در نهایت سنی هم نداشت کریم باوی و در 55 سالگی چشم از جهان فرو بست در بیمارستان به خاطر بیماری سرطان و واقعا فوتبالی ها بهش خدمت نکردن، باهاش بی‌معرفتی کردن. فوتبالیستی که به نظر من حق زیاده به گردن فوتبال ایران داره، مهاجمی که پیشنهادهای دست به نقد خوبی اون زمان از العربی قطر، الاتحاد قطر داشت و نگذاشتن بره به فوتبال قطر و بتونه درآمد داشته باشه. اگر این مهاجم امروز در فوتبال ایران بود، به جرئت میتونم بگم قیمت نداشت. اما کریم باوی در تنهایی بود، سالیان سال در مقاطع مختلف در بیمارستان بستری بود به خاطر ترکش ها، شیمیایی شده اما در زمان جنگ، و در نهایت هم واقعا در تنهایی جون خودش از دست داد. تنها فوتبالیستی که دوست صمیمیش بود، همیارش بود، کنارش بود، اکبرخان یوسفی، اکبر یوسفی، از همینجا عرض ادب میکنم، بازیکن اسبق پاس و تیم ملی که تا روزهای پایانی حیات کریم هم در کنارش بود، بزرگانی همچون علی پروین و خیلی های دیگه، واقعا میگم بهش بی‌معرفتی کردن، چه در زمانی که فوتبال بازی میکرد، فوتبال حرفه‌ای بازی میکرد، شاگرد علی پروین بود، اما واقعا بهش بی‌معرفتی کرد. بسیاری دیگه از فوتبالیست ها که میتونستن کنار کریم باوی باشن اما نموندن، بی‌معرفتی کردن. و ما این مهاجم دوست داشتنی، گلزن، و واقعا میگم مهاجم بود که از فرصت های 2% هم توپ رو به قعر دروازه حریفان میفرستاد و به کریم سرطلایی معروف بود. توی یکی از مطالب یادمه که زمانی که اومد بود تهران به تیم شاهین رو با امیر قلعه‌نویی و اون زمان میگو اولین پولی گرفته بود نزدیک 5000 تومان بود، یعنی یه پول بسیار، اگه به پول الان بخوایم تبدیل بکنیم، و ارزش اون موقع پول ایران پول بسیار میشد. و کریم در خاطراتش میگفتش که با پولش رفت و از جواهر فروشی برای مادرش اون جواهر رو خرید، چون آرزو داشت که اون جواهر رو بخره و جواهر رو 800 تومان خرید، یادم تو اون مطلبی که من میخونم. اما واقعا با تأسف و تأسف میگم کریم باوی مردی بود درجه یک و فوتبالیستی بود فوق‌العاده. روحت شاد کریم باوی. مردم ایران همیشه گل‌هایی که تو زدی رو خاطرشون از، به خصوص هواداران پرسپولیس، کریم سرطلایی رجمه ها یادشون نمیره. ولی واقعا افرادی که در فوتبال ایران دستی بر آتش دارن و صاحب موقعیت هستن به کریم بی‌معرفتی کردن و کریم باوی رو تنها گذاشتن. روحت شاد، مرد بزرگ. مطمئنا مردم ایران همیشه خاطرات
شمای دوست داشتنی رو در ذهن خودشون دارن. شب و روزتون خوش مردم ایران.